سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانسوا اولاند به حسن روحانی گفته است یافتن راه حل‌های سیاسی در خاورمیانه به حمایت همه نیاز دارد بنابراین گزارش رئیس جمهوری فرانسه همچنین ابراز امیدواری که ابراز امیدواری کرده است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران توافقی سریع به دست آید روحانی نیز در دیدار با اولاند گفته است که ایران قدرت تأثیر گذاری در جهان است رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است مهمترین پیام مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک این بود که میتوان مسائل مهم جهانی را با گفتگو حل و فصل کرد گفتنی رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا نیز امروز چهارشنبه دیدار می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید حل مسئله هسته ای مسیر همکاری بیشتر میان ایران و آمریکا را هموار می کند. آقای روحانی به رسانه های آمریکا گفت تورانی شدن روند مذاکرات بدبینی تاریخی در ایران را به رفتار غرب و آمریکا تقویت کرده و مانع از همکاری سریع دو کشور شده است اما رسیدن به توافق هسته‌ای همکاری دو کشور را برای برقراری صلح و ثبات و جنگ با تروریسم در منطقه و جهان تقویت می‌کند روحانی افزود که آمریکا نمی‌تواند نقش ایران را در مبارزه با تروریسم انکار کند در همین راستا مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید تا کنون طرح پیشنهادی قطع اتصالات تزریق اورانیوم به سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای ایران مورد موافقت قرار نگرفته است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که ایران پیشنهاد تازه‌ای در مذاکرات اتمی دریافت کرده است که بر اساس آن به جای کاستن از سانتریفیوش های خود اتصالات تزریق اورانیوم با آنها را قطع کند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در ائتلاف بین المللی مقابله با داعش به رهبری آمریکا شرکت نخواهد کرد اما به دولت مرکزی عراق کمک می کند. به گزارش ایسنا محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه سی سی تی وی سی سی تی وی چین در پاسخ به این سال که وی وضعیت مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک را چگونه توصیف می کند گفت مذاکرات سخت است چون مردم نه تنها خواهان رسیدگی به این مسائل بلکه نیازهای داخلیشان هستند و این مذاکرات را کمی سخت می کند. و همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایران در ازای لغو تحریم های بین المللی حاضر است چه کاری انجام دهد تصریح کرد ایران آماده است تا ضمانت های جدی و عملی بدهد تا ثابت شود که هر آنچه می میکنیم در صلاح ای استفاده نخواهد شد ظریف همچنین افسود تا حدی حد اعتمادها بازگشته است اما هنوز راه زیادی در پیش داریم در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که جنگ علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه ادامه خواهد یافت رئیس جمهوری ایران که در نیویورک به سر میبرد گفت که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین المللی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مهرما تاکید کرد که جنگ علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه ادامه خواهد یافت و بعد داد که در این مسیر حتی اطلاف بزرگتری را شکل خواهد داد آقای اوباما اظهار داشت یک بار دیگر باید برای همه روشن کنیم که هر کسی علیه آمریکا دست به توطئه بزند و به آمریکایی ها آسیب وارد کند ما نخواهیم گذاشت تروریست هایی که مردم ما را تهدید می کنند فضای آرامی داشته باشند رئیس جمهوری آمریکا افزود آمریکا افتخار می کند که دوش به دوش این دولت های متحد ایستاده است و این فقط جنگ آمریکا نیست به گزارش خبرگزاری رویترز برای باراک اوباما مشارکت پنج کشور عربی در جبهه اطلاف علیه ستیزه جویان افراطی در سوریه یک پیروزی سیاسی غیر منتظر محسوب می شود. اعلام حملات هوایی با همکاری نیروهای هوایی کشورهای عربی به مواضع شبه نظامیان داعش در سوریه درست ساعتی قبل از ورود اوباما به نیویورک جهت شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. این اجلاس به مدت سه روز و با مشارکت مقامات عالی کشورهای جهان از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برگزار می شود. این گزارش می نویسد که همکاری با کشورهای عربی به صورت چشمگیری بر تلاشهای اوباما جهت ایجاد اعتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه داعش نیز تأثیر مثبت گذاشت. این ستیز جویان آزادانه از مرز عراق و سوریه تردد می کنند و های زیادی از خاک هر دو کشور را تحت کنترل خود قرار دارند. مقامات آمریکا می گویند کشورهای قطر، بحرین، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی در حملات هوایی علیه مواضع داعش در سوریه کشوری که از سه سال پیش درگیر جنگ داخلی است مشارکت دارند. آمریکا از ماه گذشته میلادی ده ها حملات هوایی علیه مواضع این گروه افراطی در عراق انجام داده است اما این برای اولین بار است که پایگاه های داعش در خاک سوریه مورد حمله قرار می گیرد. اما در همین حال ری جمهوری اسلامی که در نیویورک به سر می برد گفت حمله آمریکا و متحدانش به مواضع داعش در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین الملل است چرا که از دولت بشار الاسد اجازه گرفته نشده است حسن روحانی گفت هدف قرار دادن مواضع در کشور سوم باید در چارچوب مشخصی انجام شود و بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته یا بدون اجازه سازمان ملل حملات هوایی خلاف قوانین و حقوق بین الملل است رئی جمهوری اسلامی در نشست خبری با گروهی از نمایندگان رسانه‌ها و سردبیران ارشد های خارجی در عین حال از هر گونه تایید یا محکوم کردن مستقیم دخالت نظامی در سوریه که سوی آمریکا برخی کشورهای غربی و متحدان عرب منطقه انجام می شود خودداری کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در خصوص این حمله گفت این عملیات در راستای اقدامات مداخل جویانه قبلی در منطقه که به پیچیده شدن اوضاع منطقه منجر شد محسوب می شود. پیشتر برخی خبرگزاری ها گزارش داده بودند که آمریکا ساعتی پیش از حمله هوایی به مواضع داعش در خاک سوریه دولت این کشور را از حمله خود مطلع کرده بود. گفتنی است بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یکی از متحدان نزدیک جمهوری اسلامی است. که از حمایت همه جانبه دولت این کشور در طول جنگ داخلی علیه مخالفان خود بهره برد. سید حسن نصر الله دبیر حزب الله لبنان میگوید که مخالف دخالت نظامی آمریکا در منطقه و به اصطلاح ائتلاف بین المللی ضد تروریسم هستیم حتی اگر بهانه آن مبارزه با داعش و یا غیر آن باشد به گزارش خبرگزاری ها دبیر حزب الله در سخنان خود که به طور مستقیم از طریق تلویزیون المنار پخش شد گفت که به نظر ما آمریکا مادر و اصل تروریسم در جهان و حامی مطلق تروریسم دولتی رژیم سهیونیستی است نصرالله خاطر نشان کرد موضع اصولی ما هرگز از یک میدان به میدان دیگر تغییر نمی کند و با مشارکت لبنان در ائتلاف بین المللی ضد داعش که اخیرا توسط آمریکا در جده عربستان سعودی شکل گرفته موافقت نمی کنیم. دبیر کل حزب اضافه کرد که ائتلاف بین المللی برای دفاع از منافع آمریکا خلق شده و مأموریت دیگری ندارد. دادگاه فدرال آمریکا سلیمان ابو قیس داماد اسامه بن لادن و سخنگوی القاعده پس از حملات 11 سپتامبر در نیویورک را به حبس ابد محکوم کرد سلیمان ابو قیس 48 ساله ارشدترین چهره عضو گروه القاعده است که از زمان حملات 11 سپتامبر در دادگاه های آمریکا محاکمه شده است این امام سنی کویتی بعد از سال 2001 با انتشار نوارهای ویدئویی به سخنگوی القاعده تبدیل شد اما در دادگاه خود را تنها یک شخصیت مذهبی معرفی کرده است یک شهروند فرانسوی روز یک شنبه در شرق الجزایر گروگان گرفته شد وزارت امور خارجه فرانسه با اعلام این مطلب گفت گروگانگیران در یک پیام ویدئویی تهدید کردند اگر پاریس فعالیتش را در عراق متوقف نکند او را خواهند کشت محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد اصر روز یکشنبه یک فرانسوی پنجا و پنج ساله به نام ارو گوردل که کوهنورد و در این حال عکاس هست در شرق الجزایر توسط یک گروه تروریست مذهبی به گروگان گرفته شد در ویدیوی منتشر شده آقای گوردل اروه گوردل میگوید که این گروه از من میخواهد تا به شما بگویم در عراق دخالت نکنید آقای رئیس جمهور از شما میخواهم هر چه در توان دارید به کار بگیرید و من را از این محلکه نجات بدهید آنها گفتند اگر عملیات در بار دیگر در عراق از سوی فرانسه انجام بگیرد آنها مرا خواهند کشت آقای عبدالملک سلال نخست وزیر الجزایر گفته است که در تماس دائم با دولت فرانسه و تمام کوشش ها رو انجام خواهد داد آن چیزی که تا به حال الجزایر نگفته بود آشکارا از سال نه سال پیش حدود 80 نفر در الجزایر به گروگان گرفته شدند آقای فابیوس که همکنون در عراق به سر می برد گفت که ما در عملیات عراق شرکت کردیم اما در عملیات سوریه شرکت نخواهیم کرد وزارت خارجه فرانسه بعد از این گروگانگیری یک بیانیه کوتاه منتشر کرده که اینا برای شما میخونم ما واقعیت این ویدیو و گروگانگیری ارو گوردل رو تایید میکنیم و او رو در شرق الجزایر دوز دیدن. تهدیدات گروه تروریستی داعش بار دیگر نشان میدهد با آنچه که میگویند تا چه حد وحشی هستند فرانسه تمام تلاش و همکاری خود را برای آزادی این گروگان با الجزایر به کار گرفته شده است البته ساعتی پیش آقای فابیوس هم در یک بیانیه کوتاه گفت که این تروریست ها نیستند که سرنوشت ما و امنیت فرانسه رو میتونن تعیین بکنن آنچه که لازم هست ما در عراق انجام خواهیم داد تا این لحظه آقای فابیوس گفته است که مسئله سوریه مسئله نیست که فرانسه بخواد به تنهایی دخالت بکنه و گفته است که ما همزمان نمیتوانیم در همه جا حضور داشته باشیم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای ویژه اسرائیلی دو فلسطینی عضو حماس را که ربایندگان سه نوجوان اسرائیلی بودند در مخفیگاهشان در کرانه غربی کشتند. سرهنگ پیتر لرنر یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفت: پس از تحقیقات طولانی، ربایندگان سه نوجوان اسرائیلی و مخفیگاه آنان شناسایی شد. و نیروهای ویژه اسرائیلی در نخستین ساعات روز سهشنبه وارد مخفیگاه آنان در زیرزمینی در شهر الخلیل شدند پیتر لرنر میگوید نیروهای اسرائیل قصد دستگیری روبایندگان را داشتند اما وقتی بین آنها و نیروهای امنیتی اسرائیل درگیری رخ داد دو فلسطینی و عضو حماس کشته شدند سه نوجوان اسرائیلی بین 16 و 19 ساله در خرداد ماه گذشته در کرانه غربی ربوده و سپس کشته شدند این واقعه سرآغاز حملات پنجاه روزه اسرائیل به غزه بود که عامل کشتار مردم بیدفاع فلسطین و اسرائیل شد صندوق کودکان, صندوق ساز... کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی اعلام کرد که 700 هزار کودک زیر پنج سال در جنوب سودان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند کریستوف بولیراک سخنگوی سازمان یونیسف در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت به رغم اینکه وضعیت غذایی در جنوب سودان بهتر شده اما وجود امراض و بیماریهایی به دلیل کمبود آب آشامیدنی سالم و رعایت نکردن اصول بهداشت مانع جذب مواد غذایی و مکملها در بدن کودکان میشوند سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد دو زیردریایی راهبردی اتمی روسیه در جریان رزمایش در شرق این کشور دو موشک بالدار پیشرفته را آزمایش کردند شایگو در مورد رزمایش واستوک 2014 گفت دو زیردریایی راهبردی روسیه موشک های بالدار از نوع گرانیت را آزمایش کرده و رزمناو واریاک هم با موشک ولکان دشمن فرزی را نابود کرد رزمایش واستوک 2014 بزرگترین رزمایش روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق بود که به مدت ده روز در منطقه وسیع از قطب شمال تا اقیانوس آرام و چندین استان خاوری دور خاور دور روسیه و چهار میدان نظامی این کشور برگزار شد. بقیده کارشناسان رزمایش واستوک که 2014 نوعی قدرت نمایی مسکو در برابر کشورهای غربی و خصوصا آمریکا بوده است اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوا با حضور رهبران و مقام های ارشد 120 کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک تشکیل شد. هدف از این اجلاس یک روزه جلب موافقت شرکت کنندگان برای امضای معاهده جدیدی در سال آینده در پاریس برای مقابله با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانه ای اعلام شده است. دبیرکل سازمان ملل در سخنانی خواستار در پیش گرفتن مسیر تازه‌ای برای رسیدن به این هدف شد. باراک اوباما نیز خواستار تعهد همه کشورها به ویژه اقتصادهای نوظهور برای مقابله با گرمایش زمین شد. فیسبوک قصد دارد از اول ماه نوامبر 2014 بابت استفاده از این سایت برای کسانی که عضو فیسبوک هستند آبونمان ماهیانه دو ممیز 99 درصد دلار دریافت کند به گزارش رسانه ها این آبونمان تنها جزی از برنامه شرکت فیسبوک برای افزایش درآمدهای های خود است پال هورنر سخنگوی شرکت فیسبوک در مصاحبه با سی گفت علت این تصمیم نرسیدن درآمدهای های شرکت به برآورده پیش بینی شده و عدم بازدهی آگهی هایی است که قرار بود هزینه های این شرکت را تأمین کند فیسبوک انتظار داشت که درآمدهایش از راه آگهی ها افزایش یابد که در این راه موفقیتی به دست نیاورده است اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس میگوید موافق فیلتر شبکه های اجتماعی نیست اما باید ملاحظات امنیتی رایت شود اظهارات این فرمانده پلیس چند روز پس از تعیین ضرب اجر برای وزارت ارتباطات از سوی قوه قضایی به منظور فیلتر برخی شبکه های اجتماعی تلفن همراه ایراد شده است اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس تهران گفته است موافق فیلتر شبکه های اجتماعی نیست و معتقد است باید بسترهای مناسب فعالیت در این شبکه ها فراهم شود اما ایجاد بستر برای فعالیت شبکه های اجتماعی و مجازی کافی نیست و در کنار آن باید امنیت این شبکه ها نیز تامین و رعایت شود این فرمانده پلیس به سراحت اعلام کرده مخالف مسدود کردن شبکه های اجتماعی است اما باید مسائل و ملاحظات امنیتی رعایت شود در سالهای اخیر فیلترینگ شبکه های اجتماعی در در ایران از سوی حاکمیت بارها و به شکلهای گوناگون گون در دستور کار قرار گرفته است. در تازه ترین خبر روز 29 شهری بر ما خبرگزاری قوه قضایی ایران خبر داد که قلام حسین محسنی اجعی در نامه به محمود واعزی وزیر ارتباطات به انتشار وسیع مطالب مهم علیه روح الله خمینی در شبکه های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو اشاره کرده و گفته وزارت ارتباطات به رغم مهلت سه ماه در این زمینه اقدام موثری نکرده و باید تا یک ماه نسبت به پایش اطلاعاتی یا فیلترینگ این شبکه های اجتماعی اقدام کند. اما علی جنتی وزیر ارشاد یک روز پس از ضربال العجل قوه قضاییه به دولت درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد این وزارتخانه پس از تعیین سه ضرب العجل به سایت های فاقد مجوز آنها را فیلتر خواهد کرد آقای جنتی گفته از نظر قانون مطبوعات که مجلس آن را تصویب کرده همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه های خبری دیجیتال مشمول قانون مطبوعات هستند و باید مجوز داشته باشند بیشتر نیز ناصر مکارم شیرازی از مراجع سرشناس تقلید در حوزه علمیه قوم در پاسخ به استفتایی اعلام کرد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت در کشور تا زمانی که مجوزهای قانونی برای این کار صادر نشده بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است این در شرایطی است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی سوی وزیر ارتباطات و رئیس جمهوری ایران قولهای مبنی بر کاهش فیلترینگ و گسترش سرعت اینترنت داده شد که با واکنش تند چهره های تند روی اصولگر و همچون احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران همراه بود. گفتنی است در هفته اخیر موج گسترده ای از لطیفه درباره روح الله خمینی در شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه در ایران براه افتاده است که موضوع بحث فیلترینگ را مجددا پررنگ کرده است. محمود سفری معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده که 90 درصد پرونده های وارده به دادگاه های نظامی منجر به محکومیت شده است سفری افسود درصد بالای از قراردادهای نهایی صادره از دادسراهای نظامی کشور غیر قابل خدشه بودند وی چنین وضعیتی را شاخص مهمی به لحاظ استحکام تصمیمات قضایی در این سازمان دانسته است سازمان قضایی نیروهای مسلح که زیر نظر قوه قضایی اداره می شود مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات از نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی است این سازمان به جرایم خاص نیروهای مسلح جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات و جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود رسیدگی می کند. سیروان خسروی خواننده پاپ میگوید به دلیل دریافت پیامهای تهدیدآمیز و توهینآمیز از برگزاری کنسرت موسیقی در زادگاه سنندج منصرف شده است وی افزود در چند روز گذشته پس از اعلام برگزاری کنسرت هم در سنندج با سیل پیغامهای غیردوستانه و کمپینهای تحریم سیروان خسروی مواجه شدم که بعد متوجه شدم دلیلش عکسی از برج میلاد و آلودگی هوا بوده که من در صفحه شخصی هم گذاشتم و زیرش نوشتم شهر من به گفته خسروی ظاهرا ادهی از هموطنان کرد با دیدن این عکس و نوشته زیرش به این نتیجه رسیدن که من به عنوان یک کرد نباید زیر عکسی از تهران می نوشتم شهر من در نتیجه بیانیه ای دادند که در آن نوشته شده بود سیروان خسروی کرد خودفروخته تحریم شود دادگاه ریحانه تبا تبایی روزنامه نگار زندانی برگزار نشد به گزارش خبرگزاری کلمه این به گزارش خبرنگار کلمه این روزنامه نگار که اینک برای تحمل شش ماه محکومیت زندان خود در اوین به سر میبرد قرار بود بار دیگر به تام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط قاضی سلواتی دادگاهی و محاکمه شود اما با وجود تعیین وقت قبلی برای امروز به دلیل تعمیر اتاق آقای سلواتی این محاکمه به تعویق افتاد. توابویی طبع بار نخست در سال 89 توسط سپاه بازداشت و به 6 ماه حبس محکوم شد. اما بار دیگر در سال 91 به همراه 16 روزنامه نگار دیگر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی اعلام کرد که پرونده دخترش به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سوسن مشتاقیان گفت: به ما گفتند که پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و برای ملاقات باید از این مرجع اجازه بگیریم. وی افسود به همین منظور به شعبه پانزه دادگاه انقلاب مراجعه کردیم ولی ظاهرا شعبه, ت... شعبه تعطیل بود لذا باید روز دیگری به این شعبه مراجعه کنیم غنچه قوامی یکی از زنان خواهان ورود به ورزشگاه ها برای تماشای بازی والیبال بود که در تاریخ نه تیر سال جاری بازداشت شده است سوسن مشتاقیان گفت هنوز از اتهام دخترش اطلاعی ندارد تنها چند ساعت پس از اینکه اعلام شد فاطمه هاشمی رفسنجانی از سوی دادگاه تجدید نظر تبرئه شده گزارش شده که او و وکیلش بار دیگر به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند به گزارش سایت کلمه احضار دوباره فاطمه هاشمی به دلیل بیان جمله گویا مملکت فقط برای لاریجانی هاست نه برای فرد دیگر صورت گرفته است <applause> ببخشید وحید عبد وحید ابوالمعالی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی نیز به دلیل مسخره خواندن کیفرخواست موکلش به دادسرا احضار شده است پیش از این وی از سوی دادگاه بدوی به اتهام نشر عکازی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد اما پس از اعتراض فاطمه هاشمی به این حکم قضات شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران 19 شهری بر ماه سال جاری رأی بر براعت او صادر کردند یک زندانی به نام محسن امیر اصلانی زنجانی که از اردی ماه سال 1385 با اتهام فساد ارز و بدعت در دین توهین به حضرت یونس و ارتکاب فعل حرام بازداشت شده است قرار است امروز چهارشنبه اعدام شود وی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود و به نوشته سایت هرانا در, سا... در, سایه سکوت رسانه و بی اطلاعی مدافعان حقوق بشر اعدام خواهد شد این پرونده هرچند پیشتر بابت بدعت در دین با صدور حکم چهار سال و ده ماه حبس تعذیری رسیدگی شده بود مجددا با طرح اتهامات تکراری و تجمیع انتصابات با کیفرخواست صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی سلواتی در سال 1386 بررسی و نهایتا برای این زندانی حکم اعدام صادر شد روز جاری زندان رجای شهر کرج تحت عنوان آخرین ملاقات قبل از اعدام به خانواده اصلانی اجازه ملاقات با فرزندشان را دادند. معموران به خانواده وی اطلاع دادند که حکم ساعت پنج صبح روز چهارشنبه دو مهر به مورد اجرا در و جسد را در قبرستانی در کرج تحویل خانواده میدند نماینده رشد در مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک زمینخار بزرگ نام برد و این سازمان را به تصرف زمینهای منابع ملی و دادن پروانه ساخت متهم کرد سازمان اوقاف به جز علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست قلامالی جعفرزاده ایمن بودین نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمینخوار بزرگ است گفته زمینخواری های بزرگ در کشور ما توسط سازمان ها و نهادها صورت میگیرد که در رسان ها سازمان اوقاف و امور خیریه است به تصریح کرده در زمینه طولیت امامزاده ها و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر مسائل اقتصادی جای سوال زیادی دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری میدهد. به گفته آقای جعفرزاده ایمنابادی مستنداتی وجود دارد که اداره اوقاف مجوز ساخت به مستجرین خود داده است. این نماینده مجلس پیشتر هم از زمین خالی اوقاف سخن گفته بود. سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس قانون تشکیل این سازمان اداره موقوفات فاقد متولی امامزاده ها و اماکن مذهبی به استثناء مساجد و مدارس دینی خیریه های فاقد مدیر و گورستان های متروکه را بر عهده دارد علی ربیعی مدیر روابط عمومی این سازمان 13 آبان 90 گفته بود 127 هزار موقوفه در ایران وجود دارد و یک سوم مساحت ایران وقف است نماینده رشت همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه را متهم کرده که زمین های متعلق به منابع ملی را تصرف کرده و رأسا مجوز گردشگری میدهد به گفته آقای جعفرزاده آبادی ای این سازمان به یک بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است در صورتی که وقف جنبه دینی دارد به تاکید کرده فکر می کنم اگر اینگونه پیش رود سازمان اوقاف بتواند در آینده بسیار نزدیک به اندازه یک کشور مستقل زمین در اختیار داشته باشد محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز 13 شهری ور ماه گفته بود سازمان اوقاف و امور خیریه برخی از زمین های منابع طبیعی را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است محمد مهدی حاتمی معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه افدام شهری بر شهریور اتهام زمینخواری و صدور مجوز ساخت و ساز توسط این سازمان را رد کرده بود. آقای حاتمی ادعای تصرف در منابع طبیعی را بی اساس دانسته و در این حال گفته بود در خصوص عراضی منابع طبیعی عملکرد سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه است که چند سال پیش بین این دو سازمان منعقد شده است. نماینده رش در مجلس همچنین گفته است سالهای گذشته و به خصوص پس از انقلاب درباره تعدد و افزایش امامزاده ها بحث های فراوان وجود داشت و مردم از ما سوال می که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه مرداد ماه سال 90 از وجود 11 هزار امامزاده در ایران خبر داد و گفته بود تعداد امامزاده ها در سال 90 نسبت به تعداد امامزاده ها در سال نخست انقلاب اسلامی هفت برابر شده است. آقای جعفرزادی ایمن آبادی با اشاره به وعده وزیر ارشاد برای اصلاحات سازمانی و مدیریتی در سازمان اوقاف و امور خیریه گفته است هیچ کدام از این وعده ها اتفاق نیفتاده و صبر مجلس در حال اتمام است سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رئیس آن نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این سازمان است و بر اساس گزارش ها با دستور وی انتخاب می شود همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی مدرسه فرخبنش یکی از قدیمی ترین مدارس مدرن تهران با نمای کاشی به طور کامل تخریب شد مدرسه فرخبنش از نیم قرن سابقه آموزشی برخوردار بود یکی از قدیمی ترین ساختمان های آموزشی تهران به شمار می آمد که در طول پنجاه سال گذشته مدرسه هنرستان فنی سپس به ساختمان اداری آموزش و پرورش و حتی دارالقران قرآن و سپس به دو مدرسه تبدیل شده بود مدرسه فرخمنش که در تقاطع خیابان متحری و میرزا شیرازی قرار داشت از چندی پیش به صورت نیمه مخروبه رها شده بود اما دو روز پیش از بازگشایی دو روز پیش از بازگشایی مدارس در یک عملیات شبانه به طور کامل تخریب شد این مدرسه در سه طبقه بوده و کاشیکاری آن کار استاد اسماعیل بوده است مدرسه فرخمنش بعد از انقلاب به مدرسه فاطمه زهرا تغییر نام داد و در اوایل دهه هفتاد اداره آموزش پرورش منطقه شش تهران با توجه به زیبایی این ساختمان و دسترسی از آن به عنوان ساختمان مرکزی استفاده می کرد. اول مهر ماه تاریخ رسمی شروع مدارس در ایران است اما سال تحصیلی در حالی آغاز شده است که بر اساس گزارش ها برای هر خانواده هر دانش آموز ایرانی بین 700 هزار تا 10 میلیون تومان هزینه دارد. روزنامه شرق جدولی منتشر کرده از لیست شهریه هایی که مدارس ایران اهم از دولتی و غیر انتفاعی در سال جاری از دانش آموزان دریافت کردند. بر اساس این جدول مدارس دولتی به طور متوسط سالانه 300 هزار تومان شهریه می گیرند. این رقم برای مدارس نیمه دولتی 800 هزار تومان و برای مدارس غیر انتفاعی از 4 تا 7 میلیون تومان است. بر اساس گزارش روزنامه شرق، مدارس دولتی در سال تحصیلی جاری تنها برای مقطع کلاس اول بین 250 تا 550 هزار تومان شهریه دریافت کردند. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که تحصیل در مدارس دولتی رایگان است و این مدارس حق ندارند هیچ وجهی از دانش آموزان دریافت کنند. این مبالغ تحت عناوینی چون برپایی جشن تکلیف یا جشن شکوفه ها و نیز تهیه لباس فرم برای دانش آموزان دریافت می شود. متوسط این مبلغ حدود 150 هزار تومان است. این تنها هزینه ثابتی است که خانواده ها علا قانونی بودن مجبور به پرداخت آن هستند. در کنار اینها مخارج دیگری چون تهیه لوازم تحریر، مانتو و روپوش مدرسه، کیف مدرسه، وسایل ورزشی، کتابهای درسی و غیره نیز جزء هزینه های گریزناپذیر دانش آموزان است. مطابق جدول روزنامه شرق، مجموع این هزینه ها به طور متوسط 420 هزار تومان است. به تمامی این هزینه ها باید مخارج سرویس مدارس یا رفت آمد دانش آموزان را نیز اضافه کرد. هزینه سرویس مدارس در سال جاری ماهانه بین دویست تا 800 هزار تومان است. این بدان معناست که هر خانواده که دانش آموزی را به مدرسه دولتی بفرستد در ابتدای سال باید 870 هزار تومان برای یک سال بپردازد و ماهیانه نیز بین دویست تا 800 هزار تومان تنها برای سرویس مدارس. به این مبالغ هزینه های جاری مثل خورد و خوراک دانش آموزان و مخارج عادی روزانه یک دانش آموز را هم باید اضافه کرد. این در حالی است که حداقل حد حقوق یک کارمند در ایران 600 هزار تومان است و کارمندی با این میزان حقوق چاره جز ثبت نام فرزندش در مدرسه دولتی ندارد. کسانی که توانایی مالی برای پرداخت شهریه های مدارس غیر انتفاعی را دارند نیز با رشد غیرعادی شهری این مدارس که ظاهرا تابع هیچ قانونی هم نیست روبرو هستند بر اساس گزارش روزنامه شرق کمترین شهریه مدارس غیر در مقطع دبستان 4.5 میلیون تومان و بالاترین آن در مقطع دبیرستان 9 میلیون تومان است. این در حالی است که اکثر مدارس غیر برای برنامه های مثل آموزش زبان یا موسیقی هزینه های ای دریافت می کند و گاه مجموع شهریه آنها به دوازده میلیون تومان هم می رسد. گفتنی است بر اساس اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است امکانات تحصیل رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره تحصیلات متوسطه فراهم کند این اصل اما سال هاست به فراموشی سپرده شده است پایان مجموع گزارش های امروز رسیدیم تا فردا خدا نگهدار